سنگ چکن، پول، قدرت، عیش، آرامش، چیزی که تمام دنیا به خاطرش میدوه، به اختیارت موندیم، چرا قبول نمیکنی؟ قبول میکنیم که از خود بسیار راضی هستی، اما هیچ وقت نمیفهمی که مشکلات و سختی ها بهترین وسیله آزمایش امتحان زندگی برای انسان است. و عیش آرامشی که با قیمت بدبخت شدن صدها انسان تمام میشه با کارم نیست. و این هم قبول میکنم که زندگی خیلی سخت و دشوار است، اما ما سختتر از خود آماده ساختیم. تا هنوز نانی آرام نخوردیم و بعد از یه میمون خود خراب نمیکنم. ما بیهوده بر دلسوزی میکنم. لعنتی. ما اینطور فرد تا سنگ چکن موهای که تا خطا دادی. سلام سلام، صبح خیر باشه. و مهمانان عزیز ما آمدند و بر شما یک تمثیل بسیار خوبم داشتن. سلام بر بیننده های عزیز ما هم برسد. جناب امید نکزاد، اینا سکرتر جنرال تکواندو آی تی اف پلیس هم هستن و همچنان هنرپیشه سینما، و همچنان جناب شمس تلاش هنرپیشه سینما و بانو سارا روزی هنرپیشه سینما که تمامتون در فیلم سنگ شکن نقش داشتید و یک فیلمی هست که صمیم جان در افتتاحیه بیش از 2000 تماشاچی داشته و جناب سلیم شاهین هم در این فیلم نقش داشتن و بیشتر از خودتون باز میشنویم که نقش مرکزی را کی داشته و در ارتباط با داستان از این فیلم هم بیشتر از شما میشنویم. صبحتان بخیر، خوش آمدید. تشکر، صبح زیبای شما بخیر. یک سلام خاص برای تمام دوستایی که همین اکنون ما را از پرده تلویزیونی زیبای شما تماشاگر هستند و تشکر از تلویزیونی زیبای طلو که ما را امروز در برنامه زیبای شما آدین روز دعوت کردند. امید نکزاد هستم، یک تن از هنرپیشه‌های سینمای افغانستان و همچنان سکرتر جنرال تکواندو آی تی اف پلیس. و بانو سارا روزی، شما هم خوش آمدین. خوش باشین، تشکر. سارا روزی هستم، یکی از هنرپیشه سینمای افغانستان. سارا جان، در این فیلم اولت هست که خودت نقش بازی کردی یا فیلم های هم داشته قبلا؟ نه، قبلا هم داشتم. این فیلم هفتمین بود که داشتم. هفتمین فیلمت هست. نقش مرکزی از خودت هست؟ بله، نقش مرکزی از خودم. سارا جان، دیالوگایت هم تو پخش پخش میگی؟ باز وقتی که در نقش میرن خوب سعید دیگه، باز نام خدا صدا بلند است، هر کسی یک دیگه بخشی داره. و جناب شمس تلاش، شما هم خوش آمدید. خوش باشین. عرض ادب دارم خدمت تمام دوستای عزیزی که می لازم ما را از تلویزیون زیبای طلوع ما را میبینن. سلام تقدیم میکنم، امیدوارم که جور و سیادمند باشین و یک تشکری از شما میکنم که برنامه زیبایتان ما را دعوت کردین. شما لطف کردین که آمدین و دعوت ما رو پذیرفتین. نقش مرکزی در بخش مردار خودتان دارید؟ نقش مرکزی فیلم سنگ شکن خودم دارم و همراه دوستم صمد تلاش است، صمد جان ماجرا، و دوست دیگه ما امید جان نکزاد در فیلم نقش های مرکزی رو دارم. بسیار خوب. و خوب است که صمیم جان قبل از اینکه صحبت های بیشتر رو داشته باشیم بریم و قسمتی از این فیلم تماشا بکنیم. تو رو به یول کی رسانده؟ بسیار دوای کوکگی داری. حال معلوم میشه مرد نامرد. در کوچه و پس کوچه های شار پشت یک لکمنان خشک سرگردان بودیم. او کسی را که تو میخوای ببینی او را یک جای روان کردیم، منتظر خودت هست. خیلی بخوان کلمه تر. تو بمان کنارم های شیرین منی، تو فرهاد تو هستم تا که زنده هستم، دریا به تو هستم. تو رو میگم فکرت باشه که ما از او
افسرهای رشوت خور نیستون. ای مای عالم سوز من عزیزم جان جان، از ما گناه چی دیده ای؟ تشویش نکنین، هیچ پلیسی از این گپا خبر ندارن. سریم اعتبار که نداشتی ما رو باید روان نمیکردی. وقتی که روان کردی با تقیبیم نفر نمیموندی. تمام تیمه های امنیتی سایر محاصره کنین، ما من داخل سایر شدم. زیبا مقبول بود. همیشه موفقیت بر تان آرزو داریم. و در این فیلم اگه من اشتباه نکنم که از هنرهای رسمی بیشتر کار گرفته شده در جریان فیلم، بله دقیقا، چون ما سه نفر که هستیم تقریبا بیش از یک و نیم دهه میشه که در رشته ورزشی ITF کار میکنیم با دو دوستیم دیگه. خواستیم کمی هنرهای رسمی خودم بگنجانیم. فیلم خاص بخاطر رشد جوان ها، بخاطر که جوان ها رشد کنن در راه خراب نرن، فیلم را یک ذره ورزشی گرفتیم. فیلم داستانی در مجموع با... پیامش چی است؟ در مجموع پیامش مافیای مواد مخدر است که باید کسی در این راه مواد مخدر باید گرفتار نشه و از ورزش خود استفاده کنه که تا یک جای درست. و نقش شاهین صاحب در این فیلم؟ نقش شاهین صاحب نقش مرکزی است در این فیلم. تشکر میکنم از شاهین صاحب که تمام وسایل های خود به اختیار ما گذاشت تا این فیلم ما اکمال رساندیم. نقش مرکزی است نقش شاهین صاحب و همچنان نقش پلیسی را در این فیلم شاهین صاحب بازی کرد. نقش مثبت پلیس دیگه. نقش مثبت پلیس. سارا جان، خودت در این فیلم نقش مرکزی را داری، برات کدام نقش ها بیشتر خودت راحت احساس میکنی و برات خوب هست که بتونی او را اجرا بکنی؟ ولی به سینماگر مشکل نیست که هر نقش باشه، باید در کلش خودت راحت احساس کنه. خب بر خودت مثلا مشخص نیست که در نقشای آرام یا شوختر یا جدی خودت راحت هستی؟ ده آرامتر خوبتر است. به خاطر همون تو فکر میکنم شخصیت سارا جان بسیار آرام است. بر خودتان امید جان چه قسم است؟ ما خودم در این فیلم نقش کرکتر مرکزی منفی رو دارم. دیگه آقای تلاش تپ با چی فیلم است؟ ما بدماش فیلم دیگه. بله کرکتر منفی شست. خب سارا جان، اگر خودت یکان دیالوگ آرام به دل خودت بر تلاش صاحب اگر بگویی تمثیل کنین بر یک دقیقه چی گیمونی؟ ما امیجان یک تمثیل داریم. یک تمثیل اک برشون رفتی که تیادم بدماش. خب اگر مشکل نباشه بفرمایید. امو را ریارسل کار کنید. خب چی بکنی؟ امش سهیم جان کن چشم شما را پت نکنم. خب اینه شناختمت سیلاب استی. هنوزم با چشمای پوت مرا میشناسی؟ بیشی. خب ادامهش؟ چوکی را درست بان سم سهی بیشی. وای نات، من میقسم راحت هستم عزیزی. حداقل احترام کتابخانه را داشته باش. It's okay. This is a book. نیم چای مرا جواب میتی و نیم زنگای مرا جواب میتی. سنگدل بودنم از خود یک افتخار داره. در این رایی که تو روان استی یا آخرش مرگ است یا زندان ابد. شکر. این دیگه پیلوت هست. نقش سارا جان به این خاطر که امرای دوستیم از مافیایی است به او خاطر این گپ میزنه که یعنی کتش نمیخوایی که دوست باشه. نه فهمیدیم
در دنیای که قدم میزنه دنیای ازی از اونا بیخی علایده است که مگه هم عاشق شده دیگه آقای مافیا. به نظر شما جناب تلاش اگه بر ما یا سمیم نقش داده شده کدام نقش شما خوبتر میبینین بر ما که ما بتانیم انجام بدیم؟ برای خودت خود نقش عاشقانه شاید راحت‌تر باشه، رومانتیک باشه. برای سمیم جان خو هر نقشی که بگویم شاید آماده باشه. حتما به چه فیلم هست؟ به من تنها نقش عاشقانه خوب میگه. بله، چون چهره عاشقانه رومانتیک بسیار. تشکر از اینکه در برنامه تشریف آوردن. همیشه موفق باشین و شما عزیزان هم فراموش نکنین که از سینمای افغانستان حمایت کنین و زیبایی های از جاهای مختلف افغانستان هم با هم تماشا میکنین. شکر.